به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده راز هاست و سراغاز آغاز هاست عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان به دوره آموزش سامانه سنا از مجموعه آموزش های فرادرس خوش اومدید بنده میلاد و مرادی هستم کارشناس ارشد مهندسی بر و مدرس دروس آیتی تو این آموزش خاص داریم به صورت کلی با سامانه سنا آشنا بشیم و روش استفاده از اون رو یاد بگیریم فصل اول رو با عنوان معرفی سامانه سنا و ثبت نام در آن شروع می کنیم تو این جلسه قصد داریم با سامانه عدل ایران و سامانه سنا آشنا بشیم و صحبت هایی رو در این حوزه داشته باشیم سامانه عدل ایران یک سامانه است که متعلق به قوه قضایی هستش توی سال 1395 ساخته شد و روز به روز آپدیت هایی برای این سامانه عرضه شد که مشکلات و ایرادات اون رو برطرف کرد آدرس این سامانه www.adliran.ir هستش که اگر روی این قسمت کلیک بفرمایید میتونید وارد سامانه عدل ایران بشید. دقت داشته باشن عزیزان اگر سایت گوگل رو هم باز بفرمایید به صورت فارسی بنویسید عدل ایران این لینک رو قطعا به شما نشون میده و میتونید وارد این سامانه بشید. این سامانه به چه دردی میخوره؟ برای پیگیری پرونده های قضایی به صورت الکترونیکی هستش یعنی به کمک این سامانه ما دیگه نیازی به مراجعه حضوری به دادگاه و دادسراها برای یک سری از کارهای ساده و پیش افتاده نداریم پس من میرم توی این سامانه عضو میشم و میتونم ابلاغی های الکترونیکی که برای پرونده قضایی که دارم مشاهده کنم نوبت بگیرم برای یک سری از کارهایی که نیاز هست توی دادگاه و دادسراها انجام بدم و میتونم یک سری درخواست داشته باشم مثلا میتونم درخواست گواهی عدم سوء پیشینه رو توی این وبسایت انجام بدم و دیگه نیازی به مراجعه حضوری بنده نیست هرچند برای پرونده های دادگاه در محضر قاضی باید حاضر بشید اما یک سری از کارها به کمک این سامانه خیلی ساده شده و دیگه نیازی به مراجعه حضوری نداریم. حالا سامانه سنا چی هستش و چه تفاوتی با سامانه عدل ایران داره این دوتا سامانه از آن کاملا برابر هستن و بیشتر از اسم سامانه سنا استفاده میکنن و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن یعنی آدرسشون دقیقا برابر هستش ما توی آموزش با سامانه سنا که همون سامانه عدل ایران است آشنا میشیم توش ثبت نام کنیم و کارهامون رو انجام میدیم امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم کافی رو برده باشید به نام خدا تو این جلسه از آموزش میخوام یک مرورگر مناسب برای استفاده از سامانه سنا در گوشی موبایل و کامپیوتر خدمتون معرفی کنم دو تا پیشنهاد داریم اولی مرورگر گوگل کروم هست این سی هاش رو ما میخونیم که و چه خونده نمیشه این مرورگر برای کامپیوتر و انواع تلفن همراه قابل استفاده هستش پیشنهاد دوم مرورگر موزیلا فایرفاکس هست و این هم برای کامپیوتر و تلفن همراه قابل استفاده هستش خود سامانه سنا و سایر سامانهایی که توی کشور قابل استفاده هستن اومدن مرورگر گوگل کروم رو پیشنهاد کردن که مخاطبین به کمک این مرورگر کارهاشون رو انجام بدن این لوگو این مرورگر هستش و پیشنهاد بنده اینه به هیچ وجه از مرورگرهای متفرقه استفاده نکنید تا کمتنی اشتباه و باگ رو حین استفاده از سامانه سنا داشته باشید ببینیم که چطور با این رو دانلود کنیم خیلی راحت هست همه از آن و فقط ما میخوایم اینجا یک مروری داشته باشیم که چگونه باید مرورگر کروم رو دانلود کنیم مرحله اول باید سایت گوگل رو باز کنیم داخل سایت تایپ میکنیم دانلود مرورگر کروم برای کامپیوتر حتی این کلمه کروم رو میتونیم فارسی بنویسیم وقتی که این رو تایپ کردیم اینتر رو میزنیم از سایت های ایرانی که خود گوگل به ما پیشنهاد میکنه مرورگرمون رو دانلود میکنیم بعد از اون میریم سراغ نصب و هیچ کار پیچیده و سختی نداریم کافی روش دابل کلیک کنیم و منتظر بمونیم که مرورگر کروم روی سیستم کامپیوتر ما نصب بشه اگر میخوام برای گوشی موبایل این کار رو انجام بدم گوشی رو توی دستم میگیرم وارد سایت و گوگل میشم مینیسم دانلود مرورگر کروم برای موبایل یا مثلا میتونم خود سیستم عامل رو مشخص کنم برای اندروید برای آی او اس خیلی راحت میتونم دانلود رو انجام بدم و بعد نصبش کنم راه حل بهتر توی گوشی موبایل اینه که شما از گوگل پلی که مخصوص دانلود اپ های موبایل هست این کار رو انجام بدید و همزمان که دانلود رو دارید انجام میدید خود نرم افزار شروع میکنه به نصب شدن و یک پله جلو میفتید حالا هر کدوم از روش ها رو برید فرقی نمیکنه در نهایت ما میخوایم مرورگر و کروم رو داشته باشیم که باهاش بریم داخل سامانه سنا و مشکلی تو این قضیه نداشته باشیم روش استفاده از مرورگرم چند تا نکته داره نکته اول سعی میکنم که تاریخچه مرورگرم رو کامل پاک کنم که مرورگرم دچار باگ نشه نکته دوم که بسیار حائز اهمیته به هیچ وجه از اتوفیل استفاده نمی کنم اتوفیل چیه خیلی از ماها از سایت های اینترنتی خرید اینترنتی داریم مشخصاتمون رو وارد کردیم آدرس منزل کد ملی بعضن یا شماره تلفن اتوفیل چی هست مرورگر ما میاد بعد از وارد کردن این قسمت ها اینها رو شناسایی میکنه و برای دفعات بعدی به صورت خودکار اونا رو پر میکنه یعنی کافی شما یک کلیک روی آدرس کنید و میبینید آدرسی رو که قبلا توی مرورگر توی جلسات قبلی یا روزهای قبلی وارد کردید به صورت خودکار پر میشه اما توی سامانه های سنا از این قسمت استفاده نکنید چرا چون ممکنه توی یک سایتی شما عضو شده باشید مثلا 10 تا فیلد مشخصات داشته حالا توی سامانه سنا ممکنه تعدادش بیشتر یا کمتر بشه خب وقتی که اتوفیل رو میزنید ممکنه توی مثلا آدرس ببینید که شماره تلفن رو وارد کرده یک اشتباهات ریزی اتفاق بیفته پس وقتی که من مرگر رو نصب کردم میخوام برم داخل سامان سنا همیشه کد ملی مشخصات رمز و عبور رو به صورت دستی وارد میکنم که دچار اشتباه نشم و پرونده های من دچار مشکلی نشه مورد سوم از نرم افزار تغییر آی پی به هیچ وجه استفاده نمیکنم میتونم از اینترنت موبایل یا مودم هایی که توی خونه دارم خیلی راحت استفاده کنم و بدون هیچ مشکلی به سامانه سنا متصل بشم الان به نمونه من سایت رو براتون باز می کنم ببینید که چطور میتونیم دانلود رو خیلی راحت انجام بدیم تو این قسمت عزیزان دقت داشته باشن من سایت گوگل رو باز کردم اما می خوام اینجا یاد بگیرم چطور اون رو دانلود کنم اگر توی کامپیوتر هستم اینجا می دانلود برای کامپیوتر اگر برای گوشی هست می برای اندروید یا iOS به این شکلی که من تایپ کنم دقت بفرمایید تایپ کردن من تموم شد یک سری از پیشنهادات رو گوگل به من داده فقط کافی من اینتر رو بزنم و به صورت رسمی پیشنهادها رو ببینم سایت های ایرانی زیادی هستن که این مرورگر رو در اختیار ما قرار میدن و ما میتونیم دانلودش رو انجام بدیم بسیار ساده و راحت هست و بعد از دانلود نصب میکنیم به این شکلی که من نصب کردم خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید چه برای سامانه سنا چه برای سامانه هایی که متعلق به ارگان ها و سازمانه کشور عزیزمون هستش امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم کافی رو برده باشید